مصارف روزانه‌تان کی پیش میبره؟ خرچ روزگارتان؟ خودم کالاشویی میکنم، کالاشویی از این دارم، خیرم میکنم، ما در خانه مردم میرم، بزرگاری میکنم، زندگی می پیش میرم. زمینه ای چقدر وقت هست این دفلکتا؟ دو ماست صنف دو. خدا کتی؟ نمیری مکتب؟ صبح نان خوردی؟ نه. چرا؟ چیز بخوردن نبود یا نخوردی؟ نه، چیز بخوردن نبود. صندلی چه قسم؟ گرم است؟ هاش گرمه کن. چرا؟ زغال، چوب، چیزی نیست که تازه بکنین زیر صندلی بانین گرم شوین؟ نه. خانه را در میتن، طفلا را میزنن. آه، او طفلک خورده را که در این خانه است، در این خانه سرد است، یعنی چگونه در اینجا سپری میکنه؟ این طفلک خورده که صنف دوی مکتب است. انگشتای دیگهش پول دیدم و اصلا ناخون نداره. ناخون چی که اصلا جای ناخون نداره. واقعا دینا کسایی هستن که با کمک حمایت شما نیاز دارن. سلام دوستای عزیز، امیدوار هستم هر کجایی که هستین خوب و صحتمند بوده باشین. با برنامه پس کجاهای مهربانی خوش آمدین. خب دوستای عزیز، شما در برنامه قبلی شاهد حالت زندگی غلام احمد جان بودین و طبق از دو هموطن ما، یکی به نام فرید از امریکا مبلغ 6000 افغانی کمک ارسال نمودن به این خانواده و خانم نوری همچنان از آلمان مبلغ 4200 افغانی به این خانواده کمک شدن که در مجموع 10200 افغانی پول مکمل کمک های میشه که شما به این خانواده ارسال نمودین. حالا وقت از این رسیده دوست عزیز که ما این مبلغ پول بگیریم و یک لیست را که از مواد خوراکی است، مواد اولیه خوراکی تنظیم نمودیم و این پول گرفته بریم و مواد خوراکی را بر از اونا تهیه بکنیم، خریداری بکنیم و شما هم تا آخرین لحظات برنامه ما را همراه باشیم. خب دوست عزیز، ما در یکی از دکان خوراک فروشی قرار داریم و اینجا به خاطر خرید مواد خوراکی به خاطر خانواده غلام احمد جان ما آمدیم که برای اونا خرید بکنیم. خب ما یک لیست داریم، مطابق اون لیست شما میشه که به ما همین مواد تسلیم بکنین، درست است؟ خب برنج، یک بوجی برنج دارین شما؟ سه قلم شد بیرونه سوزیتان 8700 خب میشه اینال کلن با ما بگیرین، بسته بندی بکنین تمام وسایل. خب دوست عزیز، شما دیدین مواد خوراکی مورد نیاز خانواده غلام احمد جان که مطابق لیست بود ما خریداری کردیم که در مجموع نمقدر مواد در بدل 8780 افغانی ما خریداری کردیم. حالا با فواد جان یک جا میریم به مسیر خانه غلام احمد جان و این مواد تسلیمشان میکنیم. خب دوست عزیز، شما دیدین مواد خوراکی که مورد نیاز بود به این خانواده ما خریداری کردیم و مکمل چند گفتین؟ 8780 افغانی. 8780 افغانی شد که با باشان پول حساب کردم ایتون. یک دو اینه 9000 شما باقی پولا بکن امرو بالیست کرشمه جان. تمام موضوع چی مواده که نیاز بود گرفتیم انشالله بیننده عزیز، ما دیگه مواده را جمع‌آوری میکنیم با فامیل انتقال میدیم، میریم طرف خانه شان مواده را بسته‌بندی میکنیم، بعد از او حرکت میکنیم طرف خانه غلام احمد جان تا اینکه این مواده بر از ما تسلیم بکنیم. شما هم بیننده باشین دوست عزیز. خب دوست عزیز، شما شاهد بودین که ما تمام مواد داخل موتر جا بجا کردیم امرو با فواد جان یک جای البته و فعلا ما داخل موتر قرار داریم و قرار است که بریم به سمت خانه غلام احمد جان و این مواد کامل و دست از نو تسلیم بکنیم و واقعا من خیلی خوشحال هستم از اینکه تونستیم یک همبدن ما را دستش بگیریم، او هم با کمک شما دوست عزیز. تشکر از کمک تک تک شما عزیزایی که دست همچون اشخاص را که هموطن ما هستن، از خاک خود ما هستن، یعنی واقعیت صادقانه با کمک نیاز دارن، دستش گرفتین با کمک هایتان و میخواهیم که هر چیز زودتر برسیم. من خیلی هیجان دارم به دلیل اینکه این مواد برای از اونا خب خیلی با ارزش است، یعنی میتونه یک خوشی را به لبای از اونا بیار، یک لبخند را به چهره از اونا ایجاد بکنه. خب دوست عزیز، شما برنامه را بیننده باشین تا آخرین دقایق برنامه با ما همراه باشین. ما هم این مواد میریم و تسلیم خانواده میکنیم.
عزیز، قسمی که کرشما جان گفت واقعیت فامیلی بود که خیلی نیاز داشتن و حتی ما سوال کردن نان خوردن نداشتن. امروز خیلی خوش هستیم که میتونیم حداقل یک ماه دو ماه مقدار موادی که خریدیم برشان یک ماه دو ماهشان شوه و بسیار خوش هستم. واقعیت وقتی که رفتیم کنها را کمک کنیم تو منم میتونستم حتی گب بزنم. امروز واقعیت بسیار خوش هستم که یک هموطن ما را تانستیم کمک کنیم، البته با کمک شما. فراموش نکنید کمک کنید تا ما دیگرها را کمک کنیم. تشکر از شما. خب دوست عزیز، قسمه که در تصویر میبینین ما دون دروازه خانه غلام احمد جان قرار داریم و قرار است که این مواد را که ما خریداری کردیم مکمل تسلیم خانوادهشان بکنیم و شما تا آخرین دقایق برنامه ما را همراه باشید. بریم بیفاید. خب دوست عزیز، قسمه که در تصویر شما بیننده هستین ما داخل خانه غلام احمد جان هستیم. البته داخل اتاق نیستیم، در اولیشون در روی اولی قرار داریم و تمام موادی که ما خریداری کردیم آوردیم اینجا تسلیمشون کردیم. و خواهر عزیز، ایم کمک دو هموطن ما بود که فرید جان از امریکا مبلغ 6000 افغانی برتون کمک کرده بودن و خانم نوریه از آلمان 4200 افغانی که در مجموع کمک که در مجموع برای اینا شده 1200 افغانی می باشه که از جمله ما 8780 افغانی رو برای شما خریداری کردیم. همین موادی که میبینین اینو برتون خریده کردیم و 1420 افغانی دیگه که باقی مونده اون رو تسلیمتون قرار است بکنیم. و دلیل ازی که ما اول این مواد خریداری کردیم به خاطر ازی بود چون چیز بخوردن نبود، خودتون هم قسم گفتین و ما و دوستا همه ما شاهدش بودیم. اینا چیزایی بود، این مواد خوراکی که یعنی اشد نیازتون بود، یعنی در قدم اول به اینا نیاز داشتین و شما میشه بگوین که گفتنی چیز با دوستا دارین برای کسی که با شما کمک کرده میخواین برای زو تشکری بکنین، میتونین بگوین؟ نه، تشکری میکنم از دوستایی که با ما کمک کرده. ما با این چیزا ضروره داشتیم چون که هوا سرد از مستان غلام احمد خودش به ایالت قرار داره. از کسی که با ما کمک کرده تشکری میکنم. زنده باشه. انگشت بچه ایم دولت قد شدن بود، تنسم اقتصادم ضعیف بود که میره تداوی جکن مال. میبینین که خودتان با تصویر میبینین که کل قضی بالت قد شدن است. شما بر ما کمک کنه که تا بچه ایم از زیالت من جا داده بتنم. خب دوستای عزیز، بازم دیدین که این خانواده به کمک شما نیاز دارست، به کمک شما نیازمند است ای که دست ای طفلک نازنین قندول شیرین دوست داشتنی را ما بتانیم تداوی بکنیم، پیش دکتر بریم، دوا برش بگیریم، همچنان غلام احمد جان بتانیم تداویش انجام بدیم بعد از این کمک ها. بینندای عزیز، قسم کرشما جان گفت تشکری میکنیم از کسایی که کمک کردن، همکاری کردن تا که این فامیل مواد خوراکی که نیاز داشت انشاءالله میبینین که مواد خوراکی برشان آوردیم. این مشکل خوردنشان انشاءالله حل شد. و دیگه یک مشکل اساسی که مانده و دست از طفلک است که ما در تصویر گفته بودیم که ما دست طفلک هم تداوی میکنیم، البته کمک نشده این که دست از تداوی شوه و امیدوار هستم دوباره کمک کنیم تا ما بتونیم دستک از طفلک تداوی کنیم. خب دوستای عزیز، کمک که شما کرده بودین به این فامیل که امی دو نفر بود، فرید و خانم نوریه بود، که امه قدر کمک کرده بودن که ما فقط تونستیم امی مواد اولیه، مواد خوراکی که اینو اشد نیاز داشتن به امی را خریداری بکنیم. انشاءالله میتونین که کمکتان بیشتر بکنین. شما هر کدامتان دهی کمک هاستم بگیرین برای هموطن خودتان، برای هم خاک خودتان کمک بکنین تا اینکه ما بتونیم دست این طفلک معصومه از این حالت، از این حالت قطع شدن نجات بتیم. منتظر کمک های بعدی تان هستیم تا اینکه دست کزی رو بتانیم ما تداوی بکنیم. صبح چیزی خوردی؟ نبود بر خوردن؟ نه. حالا که ما برتان یکم چیزا آوردیم، حالا دیگه تخمم برتان آوردیم، حالا برنج هم آوردیم، لوبیا هم آوردیم، روغن هم، کچولو هم، حالا دیگه هر چیز از بر خوردن، آرد هم آوردیم، برنج هم. حالا خوش هستی؟ کسایی که بر دستکت اگر جور شوه کمک کنن خوش میشی برد کمک کنن؟ بینید های عزیز، کمک کنین تا دست زی بچگک تداوی شوه و جور شوه. خب صبح چی خوردین آدی جان؟ چیز نی. چرا؟ چیز نداشتی. خب آلبرت، اینقدر چیز گرفته آوردیم، تو خم دوست داری؟ ها جوشانده خوش داری یا که دروغن سرخ شوه؟ نه دروغن.
خصیص انال جوشانده میخواستی یا در روغن سرخ بکنی، تخم برداردیم، شیرم از و لوبیا، کچالو، چپس دوست داشتی، هرچی که دوست داشتی مادر جان تو بگو برد آماده بکنه، درست است؟ خب دوستای عزیز، برنامه همینجا به پایان میرسه و مبلغ متباقی پول 1420 افغانی که متباقی پول میشه که از این جمله مواد که ما خریدیم باقی مانده، میرم بخوایم تسلیم خواهر عزیز خود بکنم. 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1420 افغانی. خب دوستای عزیز من خمیر تسلیمشون بکنم، هر قسمی که دوست داشتن، هرچند که یک مبلغی هست که ناچیز است، ولی میشه که یک دردشون دوا بکنه، یک درد کوچکشون دوا بکنه. منتظر کمکای به شما رو شما هستیم، منتظر کمکایی که هر قدر که در توانتان هست میتونین به این خانواده، امسال این خانواده به برنامه بعدی ما کمک بکنین، به این خانواده کمک بکنین و هر طوری که دوست داشتن پولا میتونن مصرف بکنن. زنده باشن، خیر ببینن، هر کس که کمک کرده خداوند خیرش بده. ما بیچاره هستیم، بیچاره چیز دیگه نیستیم، بیچاره هستیم که شاورم به ایالت هست، خودم به آدم خانه ندارم، کارگر ندارم دیگه. خداوند خیرشون بده که ایالا تشویش نکنین، ما هستیم، ما کمک میکنیم، دوستا کمک میکنن، ما یک وسیله میشیم که کمک های دوستا را برای شما برسانیم تا اینکه بتونین که یک زندگی خوب و خوش و آرام داشته باشین. ببینید عزیز، این برنامه ما، امیدوار هستم که ما را کمک کنین تا ما بتونیم دیگرا را کمک کنیم. سلامت باشین، صفحه ما رو، چینل ما رو سابسکرایب کنین، لایک کنین، کامنت های خوب بگذارین و کمک فراموش نکنین. سلامت باشین.